بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان اعداهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام. تسلیت عرض میکنم ایام محسنیه رو خدمت آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و خدمت یکایک شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت، شما موالیان اهل بیت، و امیدوارم که انشاءالله هرچه سریعتر خدای عزوجل تعجیل در فرج ولی امرمون حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا قرار بده و چشمان ما به جمال منور و نورانی حضرتش روشن بشه و در رکاب ایشون از غاصبین و ظالمین حق اهل بیت انشاءالله انتقام سختی به عمل بیاد. اجازه بفرمایید برنامه سرزمین عشق رو شروع بکنیم و در کنار حرم باصفای آقای امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام که هستیم، از طرف خودم و شما خدمت کارشناس عزیز و ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد هدایتی عرض ادب داشته باشم تا انشاءالله به همراه ایشون وارد بحث امشب بشیم. حجت هدایتی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عظم الله اجورکم. سلام علیکم و رحمت الله، عظم الله اجورکم. خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند سلام و عرض ادب دارم و همچنین تعزیت و تسلیت همراه بینندگان عزیز به پیشگاه مقدس ولی نعمتمون امام زمان ارواحنا له الفدا عرض تسلیت و تعزیت دارم. خدا حفظتون بکنه. اگر اجازه بفرمایید به رسم برنامه و به احترام آقای امام حسین علیه السلام و به نیابت از بینندگان عرض ادبی بکنیم خدمت این دو نور گوهربار کربلا و بعد انشاءالله وارد بحث بشیم. بله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله. السلام علیک یا قمر العشیله یا ابا الفضل العباس و رحمت الله و برکاته. همواره برای بررسی وقایع تاریخی وقتی که کتاب تاریخ رو دست میگیریم، ورق میزنیم و در لابلای سطرهای نوشته شده تاریخ مسئله و موضوع تاریخی خودمون رو پیدا میکنیم و راجبش مطالعه میکنیم. شاید بحثی که میخواییم امشب در موردش صحبت بکنیم نیاز به ورق زدن کتاب تاریخ نداشته باشه، نه به این معنا که بحثی که میخواییم بکنیم موضوعی تاریخی نیست، به این معنا که در همون ابتدا و در همون سطرهای اول کتاب تاریخ شاید بتونیم مسئله محسنیه رو پیدا بکنیم. اولین شهید ولایت بعد از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، شرایطی که در مدینه به وجود میاد به گونه ای میشه که باید طفلی هنوز به دنیا نیامده
فدای ولایت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام بشه تا صدای مظلومیت اهل بیت عصمت و طهارت رو با قدرت هرچه تمامتر در طول تاریخ فریاد بزنه، تا به امروز در برنامه سرزمین عشق بنشینیم و در مورد این واقعه تاریخی صحبت بکنیم. اجازه بفرمایید از اونجایی که ایام محسنیه هست، ما با نگاه به تاریخ و همطور که عرض کردم در ابتدای تاریخ اسلامی، در کتاب تاریخ اسلام و در بین این سطرهای نگاشته شده با خون اهل بیت عصمت و طهارت بگردیم دنبال ریشه های ظلم و ستم بر خاندان اهل بیت عصمت و طهارت، خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و سقط حضرت محسن. حاجی هدایتی، بعضی وقتا واقعه تاریخی رو که میخونیم از اونها مشعوف میشیم، بعضی وقتا بعضی واقعه تاریخی ما رو ناراحت میکنه، ولیکن آنچه در مورد اهل بیت عصمت و طهارت میخونیم و ظلم هایی که به این بزرگواران روا شده نه فقط ما رو ناراحت میکنه بلکه از درون آتش میزنه، چرا که عین پلیدی، عین پستی رو در مقابل نماد و عین و اصل و حقیقت زیبایی و در حقیقت رنگ خدایی بودن میبینیم و این بیشتر آدم رو به درد میاره. چی میشه که تنها 3-4 روز بعد از شهادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، یا حالا تا 1 هفته، حالا تاریخ دقیقش رو در همین بازه زمانی هست، ما در اسلام، در جامعه اسلامی اون زمان شهیدی رو مشاهده میکنیم به نام محسن که حتی هنوز پا به این دنیای فانی نگذاشته؟ در خدمتون هست. بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. در این ایام مباحثی رو که من فکر میکنم باید دربارش فکر کنیم، سخنوران سخن بگویند و به طور عموم همه مسلمانان به ویژه شیعیان دنبال کنند و دربارش مطالعه کنند، تحقیق کنند. یک شیعه خصوصا در این عصر کنونی، در این عصر اطلاعات عمومی، عصر رسانه‌ها، فضای مجازی که مملو هست از شبهات، سوالات و نسل جوانی که در کنار اون شبهات هدفدار که عده محدودی هستند، به نظر من اکثر جوانان به دنبال دانستن هستند، بدون هیچ پیرایه‌ای میخوان بدونن چه اتفاقی افتاده، نه فقط در باره تاریخ اسلام، درباره همه رخدادها بسیار دقیق هوشمندانه عمل میکنن. لذا من توصیه‌ام این هست که هر اتفاق و مناسبتی در طول سال، حالا در این محدوده مسائل مذهبی که ما پیگیر هستیم، رخ میده، پیرامون اون سندها و کتابها و مستندات معتبر رو پیگیری کنن، چون الان ارزش‌ها و حقایق دینی مانند ذرات ریز جواهرات و طلا در یک بیابان گسترده پر از سنگلاخ و خار و خاشاک پنهان شده. بله. و باید ذره ذره اینها رو جمع کرد، در کنار هم گذاشت. می‌بینیم بعضی از مسائل رو حتی خب مخالفان بیکار ننشستن، این رو می‌خوام بگم که شبانه روز سندسازی حتی میکنن. درست. من گاهی بین پرانتز این رو عرض کنم، میدیدم به مناسبت مثلا عید فطر یک جمله معروف و مشهوری هست از امام حسن علیه السلام که یک روزی میگذشتن بر عده‌ای و مشغول لهو و لعب بودن، حضرت فرمودن که این دنیا مزمار هست، فهوای کلام و خلاصه کلام حضرت، و تو این دنیا عده‌ای سبقت میگیرند، اون مزوار رو میگن محلی که اسب رو آماده میکنن تا بیاد توی میدان مسابقه، و عده‌ای هم عقب میفته.
کلامم در اینه. جالبه برداشتن این جمله مشهوری که در منابع شیعه به طور عام و حتی در بعضی از منابع اهل سنت هم اومده، برداشتن به یک فرد منحرف فاسدی مثل مثلا حسن بصری، نه تشابه اسمی هست، به اون نسبت دادن. خب چقدر سخته که مثلا یه وقت جالب وقتی هم سرچ میکنی اول میاد به نام حسن بصری. خب این نشون میده چی؟ من این نکته رو گفتم به عنوان هشدار، به عنوان تلنگری به غیرت خودم عرض میکنم، به عنوان یک فرد شیعی، به عنوان یک کسی که میخوام تاریخ عمومی اسلام رو بدونم و بخونم. چرا وقتی در سرچ گوگل میزنن این جمله رو، مثلا کسی یک کلمه از این جمله یادشه، مثلا مزمار میزنه، اون کلام میاد بالا تحت عنوان اون؟ چون اینا کار کردن، این بله. صفحه رو دنبال کردن، به پیروانشون گفتن اینو ببین، چون هر صفحه پیجی بیشتر دیده بشه میاد بالا و اون کارهای فنی که روش انجام میشه. لذا سخت هست، این به عنوان مقدمه عرض کردم که باید تلاش کنیم، تلاشمون رو مضاعف کنیم برای دانستن و پیدا کردن حقایق از لابلای تاریخ و از این امکانات موجود بهترین استفاده رو بریم. بهینه سازی از امکانات یک اصل مسلمیه در فضای تبلیغات امروزه و خب و به عنوان وظیفه شناختیمون نه تنها در فضای تبلیغاتی بلکه در مسیر صحیح دانستن و محکم کردن عقایدمون. چرا میگن مهمترین دعا این است که بگویید اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا؟ چه بسیاری بودن در اون سالهای پایانی لغزیدن. چرا؟ چون در این نقطه که تحکیم باورها و اعتقادات هست این کمکاری شده. الانم حتی میشنویم حتی در فضای مذهبی ها متاسفانه گاهی اندکن، ولی اندکش هم انسان نباید تحمل کنه، که میگن ما در این وضع موجود ایمانمون داره متزلزل میشه. لذا در بخش عقاید هر چقدر بیشتر کار بشه، مطالعه بشه، جا داره. چرا که اولین بهره وریش برای خودمون هست، این بهره مندی مستمر و ارزشمند که پایه‌های اعتقادی خودمون رو محکم بکنیم. لذا تاریخ رو باید دقیق بخونیم و صحیح بخونیم، منابعی رو که استفاده میکنیم منابع صحیح و درستی باشه، تا برسیم به اون هدفهای مشخصی که قرآن و اهل بیت برامون ترسیم کردن، روشن کردن و راه روشن رو پیش روی ما گذاشتند، منتها ما هم باید تلاش کنیم. درباره سوال مطلبی که فرمودید، قبلنا من در صحبت هام گفته بودم که در به ارتباط اون مطالبی که ارتباط با عاشورا داره و اینها، که این 50 سال تاریخ اسلام رو مشخصن بله. که موضوعات مختلف در اون نهفته است. اگر قتل عام‌ها، جنگ‌ها، مبارزه با شیعیان، آتش سوزی‌ها، اگر همه ظلم‌های موجود نه فقط در جهان اسلام، در جهان غیر اسلام می‌خوایم ریشه یابی کنیم، اصلا حیات بشری، تقدم و تأخرش، بحث‌های معنوی، بحث‌های غیر معنوی، همه رو بخوایم واقعا ما خوب حلاجی کنیم، اول باید این 50 سال تاریخ اسلام رو خوب بدونیم و خوب بفهمیم و تحلیل کنیم. اون هم کار ساده ای نیست، باید منابع رو دقیق انتخاب کنیم. اگر آب رو از سرچشمه نگیریم آلوده خواهد بود. باید برگردیم سرچشمه رو شناسایی کنیم و از اونجا بهره بگیریم. از جمله این مسئله، لذا حالا برگردم یه مقدار به شرح وقایع تاریخی پس از شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. ببینید خوب، جامعه اون روز حتی پیش از ظهور اسلام، پیش از علنی شدن دعوت پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله، به تاریخ آشنا بودن، خصوصا به اخبار غیبی که در متون تاریخی و متون اعتقادی و کتب مقدس و عهد عتیق، عهد قدیم بله. اومده بود. چون اون موقع هنوز
باز خیلی فاصله نداشت از نظر زمانی دوران ظهور اسلام با دوران مسیحی. حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام 600 سال تقریبا فاصله است. یعنی گرچه تحریف ها شروع شده بود ولی گفته ها که سینه به سینه می گذشت یا نوشته هایی که روی مثلا پوست حیوانات یا برگ درختان یا هر وسیله که اون موقع استفاده می کردن که بوده، هنوز حقایق اینقدر دستخوش تحریف قرار نگرفته بود، خصوصا مطالب اساسی و کلیدی مثل وعده به پیامبر بعدی. این نکته خیلی مهمیه. ممکنه بعضی از مطالب در رده دوم سوم اینها تحریف شده بود، ولی این هنوز اینطور که ما میبینیم تاریخ رو تحریف نشده بود. لذا در قصه ازدواج حضرت خدیجه با پیامبر صلوات الله علیه ما میبینیم که حضرت خدیجه میداند که چنین شخصی پیامبر خواهد شد و لذا در اون داستان مفصل اقدام میکنه برای ازدواج و نورانیت و آینده و حقانیت پیامبر رو، از همه مهمتر حقانیت پیامبر رو، و الا پیامبر حسب ظاهر که بهره ای نداشتن از این دنیا، متوجه شده بودن. پس این نتیجه رو میگیریم که آگاه بودن به مسائل تاریخ، لذا خوب میدونستن که بعد از پیامبر اسلام فراگیر خواهد شد، آوازه و اسم پیامبر جهانی خواهد شد، با غدیر، درست، با منصوب کردن امیر مؤمنان به عنوان جانشین این افرادی که به ظاهر مسلمان شده بودند، این منافقانی که باز از همین آیه که در غدیر نازل شد استفاده میکنیم که عده زیادی که حتی حج دنبال پیامبر اومده بودن، اینها خالی از اعتقاد سلیم بودن، اعتقاد سالم و پای بر جای نداشتن. لذا در این مقطع با نصب امیر مؤمنان و سه روز اونجا بودن و بیعت گرفتن برای امیر مؤمنان، متوجه شدن که اگر همون مسیر پیامبر ادامه پیدا بکند اون وعده الهی تحقق پیدا خواهد کرد، و این اشتباه محاسباتی رو اینجا انجام دادن. به نظر من اینا طمع کردند برای گرفتن حکومت، فکر کردند که شرایط برای اونها مهیا خواهد بود از هر حیث و اون وعده ای که داده شده از این پیامبر فراگیر خواهد شد حکومتش، فکر میکردن هر کس حاکم باشد به همه دستاوردها دست پیدا میکنه بعد از پیامبر، در حالی که رمز قصه و در واقع رمز گشای این کلام پیامبر این بود که و اون واقعه تاریخی و اون اخبار غیبی این بود که راه پیامبر دقیق ادامه پیدا کند که در کلام و روش و منش امیر مؤمنان صلوات الله علیه و آله خواهد بود. لذا طمع کردند بر این قصه که کودتا کنند و اینجا در واقع نقطه انحرافشون شد و در آینده تاریخ نشون میده که واقعا این اشتباه محاسباتی رو انجام دادن. حتی اگر اونها برای دنیای خودشون میخواستن و این چند روزه حکومت ظاهری رو نمیخواستن و عزت خودشون رو و شوکت و آبروی خودشون و همه مسلمانان رو مد نظر میگرفتن، دست به چنین کودتایی نمیزدن. فقط طمع ریاست اونها رو چشم و گوش بسته کرد و اونها رو به ناکجا آباد سیر داد. پیامبر در غدیر خب منصوب شد، همه قصه ها رو بارها شنیدن و شنیدیم، ولی اینجا میبینیم تکان دهنده ترین آیه قرآن نازل شد. هیچ جای قرآن من لاغر سراغ ندارم، اگر شما جناب آقای بزرگانیان عزیز اگر که واقعا دارید من انشالله کمک کنید، یا امشب یا شبای آینده، یا بینندگان عزیز که برنامه رو مشاهده میکنن، اگر داشتند این وصف را به شکل اینکه در جای دیگه قرآن تکرار شده باشه، مرا حتما کمک کنن و کمک کنید که تنها جایی که قرآن اینطور خطاب قرار میده، یعنی خداوند پیامبر رو خطاب قرار میده و
تهدید میکند بدون هیچ تعارفی. خدا پیامبر رو تهدید میکند، میفهمد و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. حالا آیه رو همه رو بهش نمیپردازم، من فقط روی این کلمه که افراد همراه پیامبر اینها اکثرشون، آینده تاریخ نشون میده ها، اکثرشون پایبند به کلام پیامبر نبودن، پایبند به قرآن نبودن. چرا؟ در انتهای آیه روی این دو کلمه من تمرکز دارم، یکی تهدید پیامبر و یکی اطمینان دادن به پیامبر. تهدید پیامبر این بود و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این مطلب را تو انجام ندهی، این کار را انجام ندهی، یعنی چی؟ یعنی نسب امیر مؤمنان به خلافت صلوات الله علیه و آله، اگر این رو انجام ندهی اصلا 23 سال رسالتت رو گویا اصلا انجام ندادی. این یک نکته. نکته آخر، والله یعصمک من الناس. مگر این دوروبری‌های پیامبر کیا بودن؟ اینا مردم بودن، اینا حج رفته های همراه پیامبر بودن. قضیه قدیر دقیقا 6 روز بعد از پایان مراسم حج هست که در اون منطقه قدیر اتفاق افتاد. خب خداوند میفهمد و والله یعصمک من الناس. چرا؟ چون خوب پیامبر جامعه شناختی و مردم شناسی رو در حد اعلا میدانست. میدانست این مردم دوره بر خودشون که حالا حسب تاریخ تا اون موقع مسلمون ها شاید نزدیک 1 میلیون بودند، اینو که تاریخ میگه، شاید و اون تو که تاریخ میگه در قضیه غدیر تا 120 هزار نفر رو ذکر میکنن که بودن، یعنی 1/10 مسلمانان روی کره زمین حاضر بودن حداقل، حالا اگه 100 هزارم بگیریم 1/10 مسلمانان بودن و پیامبر خوب اینها رو میشناخت، باورهاشون رو میدونست، متزلزل بودن در عقایدشون رو میدونست و لذا گویا نوعی نگرانی داشت پیامبر که خداوند میفرماد والله یعصمک من الناس، خداوند تو رو از این مردم حفظ میکنه، تو مأموریتت رو انجام بده. امیر مؤمنان معرفی شد و داستانهاش رو میدونیم، بینندگان عزیز میدونن و حرکت کردن، آمدن به طرف، خب طبیعتا میخوان بیان حرکت کنن، بیان به طرف مکه، حجۃ الوداع. در این جا اولین توطئه در همون ساعات اولیه بعد از نصب امیر مؤمنان صورت گرفت. عقب یک جایی حد فاصل بین منا و مکه، در مسیر برگشت از مکه به سمت مدینه بودند که قدیر صورت میگیره و در مسیر برگشت منظورتون بله، بود فهمید. بله بله، در مسیر برگشت بودند ولی بله. دارم عقبه رو توضیح میدم بله. تا برسم به اونجا بله. تا میرسم به بله. مسئله مدینه، ولی در عقبه رو که اولین توطئه رو اولین توطئه اونجا رخ داد، در مسئله عرضم به حضور شما که در عقبه بله. اونجا در عقبه کسایی که حج مشرف شدن میدونن که مسئله یک از نظر جغرافیایی، از نظر جغرافیایی عقبه در لغت یعنی گردنه، درست. وقتی مسلمون ها یعنی پیامبر حج رو تمام کرده آمده، بله این مطلب رو عرض کردم که چون تاریخ رو خوب خونده بودن و میدانستن که این اسلام فراگیر میشه، این دین جهانی خواهد شد، به آینده اولین توطئه بعد از مراسم حج شروع شد، درست. بله این ملاحظه درسته که هنوز پیامبر به قدیر ندیسته بود ولی با توجه به اون پیشینه تاریخی که جامعه بسند. اون روز کامل میدانستن که این دین فراگیر خواهد بیفته. شد و پیامبر هم این رو هم اضافه کنم، پیامبر هم فرموده بود که این آخرین حج این ملاحظه مهمیه، پیامبر فرمودن حجۃ الوداع، مناسک رو هم همه رو انجام دادن، درست. این هم آخرین حجه. اونها با توجه به این مطلب که چه بسا حتی
مسئله جانشینی رو هم به نوعی متوجه شده بودن. حالا خود مراسم شکل نگرفته بود، امیر مؤمنان معرفی امیر مؤمنان به عنوان جانشین فقط در غدیر نبود، بارها قبلا معرفی شده، بارها معرفی شده بود و میدانستن پیامبر هم در آیه انفسنا و انفسکم، هم علیوم الحق مع علیوم الحق و حق مع علی، انما ولیکم، بله و متعدد علیوم منی و انا من. خب مشخص بود همه، مثلا کسی باید بگیم خیلی نادان و کودن بود که ندانه امیر مؤمنان جانشین خواهد بود بعد جس. از پیامبر. حدیث منزلت، بله، علی به منزله هارون است نسبت به موسی بعد از من، مگر اینکه بعد از من پیامبر نخواهد بود. حدیث منزلت معروف، بله، این دیگه روشن‌ترین حدیث منزلت رو نه در غدیر خونده بود نه در جای دیگه. کلام اینه، میدونستن این حجۃ الوداع آخرین حجه دیگه، کلام پیامبر رو هم باور داشتن، لااقل پیامبر رو از زمان قبل از بعثت میدونستن به راستگو بودن. درست. رسیدن به عقبه. عقبه کجاست؟ حد فاصل منا و مکه. به. و از نظر جغرافیایی کسانی که حج مشرف شدن میدونن که جمره عقبه که در روز عید قربان وقتی حاجیان حرکت میکنن میان از منا، عرفات، مزدلفه، بعد منا، بله، بعد میان روز عید جمره عقبه رو، اون به اصطلاح شیطان بزرگ رو، جمره عقبه رو اونجا رمی میکنن و سنگ میزنن روز اول. اون جمره عقبه یه چند متری که ازش عبور میکنن وارد مکه میشن، لذا میگن شما وقتی رمی کردید ادامه ندید راهتون رو، برگردید، خصوصا که الان یه دیوار بزرگی شده، برگردید که میخواید حلق کنید یا تقصیر کنید یا بمونید اونجا تا مثلا تماس بگید قربانیتون انجام شده باشه، خارج از منا نباشید. البته اون برای اینکه قربانی بشه، بعضی میگن خارج از منا هم رفتید اشکال نداره، ولی خلاف احتیاطه، خصوصا تقصیر باید داخل منا باشه، لذا میگن ادامه ندید. عرضم سر اینه که وقتی از جمره عقبه یه مقدار رد شده دیگه وارد مدینه میشه، وارد مکه میشه، وارد شهر مکه میشه، اینجا عقبه بهش میگن. چرا عقبه؟ آثارش هم هنوز هست که اینجا یک طرفتون کوه هست و یک طرف حالت دره مانند داره، دلده. یعنی این جمره هم داخل دره است به نوعی. بعدا هم که به طرف مدینه میرید ببینید خیابون سرازیر تندی هست به طرف خود مکه که وقتی میرید، لذا اینجا حالت دره مانند هست. اینجا رو میگن عقبه. اینجا اولین توطئه بعد از مناسک حج و مراسم حج اینجا اتفاق افتاد، با توجه به اون پیشینه ای که داشتن از نظر تاریخی که این حجۃ الوداع آخرین حج، لذا شطور پیامبر که به لبه این دره رسید شطور پیامبر رو رم دادن، الله، که پیامبر داخل دره بیفته و از دار دنیا بره. اینجا توطئه آغاز شد به قدرت الهی. حالا بعضی هم نقل میکنن که در شب بود که اینا چنین جرأتی رو پیدا کردن که این کارو بکنن. به قدرت الهی صاعقه ای زد و هوا روشن شد، متوجه توطئه اینها شد. پیامبر میفرماید بعدن من همه اینها رو شناختم که چه کسانی بودن. در بعضی از منابع دینی ما اسامیشون هم بودن و سرکرده این توطئه ها ابوبکر و عمر بودن و اطرافیان اینها، که حذیفه هم اتفاقا از جمله کسانی بود که شنید اینها رو شناخت و بر جنازه اونها وقتی که میمردن نماز نمیخوند به همین علامت. بله بله. و به چه بسا در بعضی از منابع هست از پیامبر که اجازه گرفت که اینها رو افشا کنه، معرفی کنه، بله. پیامبر اجازه ندادن، که حالا چقدر درس اخلاقی در همین جاست که خودش یک آموزه مهمیه برای مسلمانان، خصوصا حکومتی ها، سردمداران حکومت در طول تاریخ، که از هیچ چیز منش و روش پیامبر این درس های ظریف دقیق رو فرا نگرفتن، و چه بسا اگر فرا می گرفتن وضعیت امت اسلام و دنیا این گونه نبود که با کوچکترین اتهامات ثابت نشده مخالفان خودشون رو سرکوب میکنن. پیامبر با جرم ثابت شده اقدام نکرد برای مقابله. ببینید خیلی تفاوتشه، به قول معروف تفاوت از زمین تا ثریا. حاکمان با
اتهامات واهی ثابت نشده سرکوب میکنن مخالفان رو در طول تاریخ، و پیامبر میبینیم با جرم ثابت شده مخالفان خودشون رو اصلا به روی اونها نمیاره که حتی این اندازه شرمنده بشن اینها. خب بگذاریم از این قصه که گذشتن. خب 70 و چند روز بعد از قصه قدیر، 70 و چند روز بعد از اون مسئله شهادت پیامبر شد، و بعد از شهادت هنوز پیامبر غسل داده نشده، کفن نشده و به خاک سپرده نشده، هنوز مراسم انجام نشده. اینها جمع شدن در جایی به نام سقیفه بنی ساعده. سقیفه یعنی چی؟ در کنار این رو هم باز برگردم من تکمیل کنم، و بعدی که از مکه برگشتن و آمدن به طرف مدینه که اشاره دقیق شما کردید در محله قدیر منصوب شد، و به عبارت خیلی خودمونی عرض کنم پیامبر آب پاک رو به دست اونها ریخت و اون دعایه معروف نازل شد، آیه الیوم اکملت لکم دینکم، قبل از اون آیه ابلاغ که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، در واقع دیگه آب پاک دست اینا ریخته شد که جانشینی هم تکلیفش روشن شد. لذا اینها اینقدر عجله داشتن پیامبر رو، ببینید این خودش بزرگترین توهینه و بزرگترین و روشنترین سنده، برای اینکه اینها با اصول اولیه انسانی اخلاقی آشنا نبودن یا اگر آشنا بودن پایبند نبودن به. چون پیامبر 23 سال برای اینها زحمت کشیده بود، بعضی از اینها حداقلش 10 سال در اوج شکوفایی اسلام در زمان پیامبر، یعنی پیامبر دیگه اون موقع که در مدینه اومدن کم کم قدرت گرفتن به. خصوصا اون 3 سال پایانی عمر که بعد از فتح مکه بود. اینها پیامبر رو رها کردن. شما ببینید یک آدم معمولی، یک انسان معمولی هیچ عنوان و موقعیتی هم در جامعه نداره، چقدر اسلام سفارش داره که در اسرع وقت او غسل داده بشه، کفن بشه، با عزت و احترام دفن بشه. حالا کسی اهل محل، یه نفر مثلا پیرمرد یا بزرگ اون محل از دار دنیا رفته، من باب مثال اونو رها کنن تو خونه، یه مراسم تو خیابونه برن به اون بپردازن، ببین چه توهین بزرگیه، یعنی انسانیت به دوره. اینو در هر جامعه مطرح کنی واقعا قابل قبول نیست، قابل قبول نیست به شرف و اخلاق و انسانیت اون جامعه و اون افراد خدشه باره میشه، اونها رو زیر سوال میبرن. به هر حال رها کردن پیامبر رو، اون که این همه زجرها، زحمتها و بهترین هدیه که خود اسلام بود برای اونها آورده بود، چنین پیامبری رو، خاتم الانبیا، اشرف همه انبیا، رها کردن. کجا رفتن؟ رفتن زیر سقیفه. حالا شما بعد اشاره کنید به من که، یا بفرمایید که چقدر یه وقت هست که من بتونم حرفامو هم تقریبا 10 دقیقه تو برای برنامه فرصت داریم. کلامتون بسیار موزون و بیان تاریخی بسیار شکیل هست. من اصلاح ادب نمی کنم قطع بکنم فرمایش حضرت‌عالی رو، ولیکن 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم استفاده کنم. بله، من سعی می کنم که حالا انشالله جلسات آینده هم در خدمتتون ادامه خواهیم داد، ولی این نکات گاهی می بینم اگر بخوام سریع ازش عبور کنم حق مطلب ادا نخواهد شد. حضرت بین پرانتز من عرض بکنم، اتفاقا کار درست رو انجام میده، چون این بحث هایی نیست که بشه بخواد سریع ازشون عبور بشه و باید حقیقتا موشکافی بشه. به عنوان مثال من خدمتتون عرض بکنم، حالا در بین خلال صحبت های حضرت‌عالی، اون قسمتی که اشاره میفرمایید دشمنان آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، منافقین، اینها اطلاع داشتند از آنچه قرار است اتفاق بیفتد در تاریخ اسلام و بعد از آقا رسول الله، این خودش یک در حقیقت سرنخ بسیار حساس و مهم از ارتباط برخی از این سران فتنه، سران اختلاف بین مسلمانان، سران در حقیقت این شق عصای مسلمین هست با یهودیان و مسیحیان در زمان پیامبر و حتی قبل از آقا رسول الله، که اگر واقعا این رو
بشینیم موشکافی بکنیم، یعنی از همون ابتدا مشخص میشه که اصل کار از کجا میلنگیده و از کجا مشکل داشته. و من کاملا علاقمند هستم با همین ترتیبی که شما مسئله رو باز میکنید. انشالله ما همین ترتیب انشالله جلسات آینده هم ادامه بدیم و بتونیم مسئله رو مشکافی بکنیم. ما تقریبا 5 دقیقه تا پایان برنامه دوستان به من اطلاع میدن فرصت داریم و باز میخوام اطالعه کلام کردم در خدمتتون هستم. بله، من در همین راستا میخواستم به بعضی از منابع دینیمون هم مراجعه کنیم. حالا ببینم چند دقیقه فرصت هست لااقل کلام و بحث شروع کنیم. خصوصا 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت. بله، به عنوان یکی از سندهای معتبر که این جریان را و بعضی از زوایای اون رو باز میکنه، مسئله خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها است که انشالله به اون خواهیم پرداخت. اگر فرصت بشه یک جمله دو جمله اولش رو حداقل بهش خواهم پرداخت. پیامبر از دار دنیا رفتن، به شهادت رسیدن، بدنشون رو رها کردن، این جسارت بزرگ را در واقع مرتکب شدن، این توهین آشکار رو، و رفتن در منطقه سقیفه بنی ساعده اونجا جمع شدن. سقیفه چیه؟ قبائل مختلف که در اطراف مدینه بودن یا داخل مدینه بره. هر کسی یه محله‌ای داشت، حالا اینجور تعبیر کنیم روشن‌تر میشه، به ذهن نزدیک‌تر میشه، در محله‌های مختلف اینها قبائل مختلف مستقر بودن و هر قبیله هم یه سرکرده‌ای داشت و رئیس قبیله ای بود و دور هم جمع می‌شدن، به قول عربا گعده می‌کردن، یه گعدگاهی داشتن. خب حجاز سرزمینی گرم و خشک و از اون طرف آفتاب خیلی سوزنده غیر قابل تحمل، ولی خب دیگه خو گرفته بودن با این وضعیت. هر قبیله ای تقریبا یک گعدگاهی داشت، یک محل تجمعی داشتن افرادشون، خصوصا بزرگان اون قبیله، و اینجا رو سقف میزدن به خاطر اینکه از تابش آفتاب در امان باشن، سقف میزدن. تقریبا همه قبائل این محله، این منطقه سقف دار رو داشت. مثلا تصور کنید که خانه هایی در اطراف هست یا چادرهایی یا فلان، یک جایی در بین اون قبیله معروف بود به سقیفه، یعنی اونجایی که سقف زدن و میشینن دور هم دیگه، حالا یا شبا یا مناسبت ها یا هرچی، از جمله قبیله بنی ساعده. حالا وجهش چی بوده؟ آیا نزدیکی به مسجد بوده؟ آیا موقعیتش از نظر جغرافیایی یک طوری بوده؟ زیادم نزدیک نبوده، ولی خب شاید سرسبز بودن اون منطقه است، چون الان هم هستش، هنوز نزدیک بله. مدینه هنوز اونجا هست و یکی از سرسبزترین شاید منطقه اطراف مدینه است، یا الان بهش رسیدگی شده، این طور شده. حالا یا به خاطر معروف بودن این قبیله بوده، به هر دلیلی این افراد میان اونجا جمع میشن و در واقع اونطور که تاریخ هم میگه قبل از آمدن به مدینه نطفه های این توطئه در کعبه بسته شد، الله، در کنار خانه خدا، و توسط ابوبکر، عمر و ابو عبیدالله جراح، توسط این سه نفر تصمیم بر این گرفتن که نگذارند خلافت بعد از پیامبر به دیگری برسه. بسیار. و مشخصا هم خوب میدونستن که به امیر مؤمنان صلوات الله علیه خواهد رسید. حالا شرح ماجرا که چه گفته هایی در اونجا اتفاق افتاد انشاءالله باشه برای جلسه بعد. همطور که فرمودید از عشیرت الاقربین، از همون دعوت، اولین دعوت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، کاملا مشخص بود که چه کسی قرار هست خلیفه و وزیر و جانشین آقا رسول الله صلی الله علیه و آله باشه. جدای از این که همطور که فرمودید در کتب تاریخی مسیحیان و یهودیان ذکر شده بوده نام آقا امیرالمومنین علیه السلام، و اینها به خاطر ارتباط که داشتن با یهودیان و مسیحیان اطلاع داشتن. همطور که فرمودید ادامه این بحث انشاءالله به جلسه بعد موکول میکنیم تا بیشتر
موشکافی بکنیم و ببینیم واقعا چه چیزهایی دلیل شد تا ریشه ای باشه بر سخت حضرت محسن و به وجود اومدن ایام محسنیه که ما الان درش هستیم. خیلی ممنونم از استوری. بینندگان عزیز و ارجمند، سروران گرامی، همراهان شبکه امام حسین علیه السلام، از شما بسیار سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با برنامه سرزمین عشق همراه بودید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو حتما برای ما ارسال بکنید تا ان شاءالله از اونها بهره ببریم. التماس دعا و یا حسین. حاجا حسن، بسیار استفاده کردم. زنده باشید. خدا حفظت. از دل کشد زبونه مرغ دلم به سویت، پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه، مولای من حسین جان، آقای من حسین جان.